مردم و زنده شدم. شام نخریدی؟ برو برو بازی کن بچه. انقدر پشت گوش انداخته که هیچی تو خونه نداشتی. یکم دیگه دیر میمدی من از هر سکته میکردم. چی مرگم؟ من خواهد دست به چی بزنی یا؟ یا برو من خودم همه ای کاره هر میکنم. اونم اکور بده. میگم چطور شد حالا به فکر گشت تولد برای خاتون افتادیم؟ ها؟ پریروز تولدش بوده. پریروز بچه بزنم. ببخشید والله ببخشید. همین خسته ها؟ خسته دیگه. این چه کاری بود کردی؟ ببخشید والله آوایی نمیدی اعصاب برای آدم نمیذارن. طورت که نشد. ها؟ کادو نخریدیم. آوریم ولم کن زهرم ترکیدی. کادو چی چیه؟ همین که دور برای همین خوبه دیگه. ولی انشالله که خدا مبارکش کنه. کار ندارم ولی از بقیه تعالی که من دومات خون وعده شما شدم جشن تولد برای خاتون ندیده بودم. آخه ما کی اینجا بودیم که بخوایم براش تولد بگیریم؟ گفتم بهانه خوبیه، میبینه دور هم جمع شدیم، با هم مشکلی نداریم. چی عیب بهتر؟ انشالله خاتون 120 سالشه، خیلی هم خوب. پس خاتون که میاد همه جا رو تزیین کردی. هر کله ماشاءالله تو میاد گرفتی بچه اون. ای جوری میخوای کمک ننت میکنی؟ ببخشید که شما منو دم مهموعت کردینا. ای وای با چی اومدی؟ بابای مت برام تاکسی سرویس گرفت. فردا گردت نره پولشو بدی یا؟ پول چی بدم؟ تاکسی سرویس دیگه بابای مت دا. خیلی خوب بابای مت پول تا چک. برو بیا اینو بگی. برو گوشو بشین خود تنهایی بازی کن. برو. شش. برو. خسته نباشی. ممنون آقا سلامت باشی. من میخوام برم خونه و زود برگردم. نیازی به برگشتنتون نیست. یه همراه کنار بیمارتون هست. آرام بخشم بهشون زدین تا صبح میخوابن. خیلی ممنون خانم. پس اگه میشه در اتاقشون رو قفل کنید. یعنی چی آقا؟ اینجا بیمارستانه نه؟ بله خانم میدونم. این همراهی که پیش آقا جونمه اینا همچه همراه نیست. من یه خونه نگرانم. یعنی چی آقا صحبت ها؟ یعنی که هیچی خانم، من پشیمون شدم نمیرم. خیلی مهم. آدم خود بکنه اینم هم نمیشد اینم نیم هم خودمون باشیم. چی زشته؟ نمیدونم چرا مینا نایمده. درم یاد خاله یه کیکی هم بخته میترسم انگشتانو هم بخوریم. من ترسم انگشتام دستبالمون عباس هم هست. بابا جون همه اینا رو پرهم چسبونده. میدونم بابا میدونم. اینا عادتشون خودشون هی دائم به اینمون میچسبونن. زشته. چی زشته میگم این؟ از اون یوسف خوشم نمیاد با این بچه‌ش. در دیوار ول کرده ای باد کلکل میزن تو سر من. خاله جون بازی کنی. بازی کن گروه هم. بله بله بچه ها صدای داره نمیشنفی نه؟ سلام علیکم. سلام خوش اومدی. چه زحمت کشیدی؟ خیلی چی کنم زحمت نیست. یوسف کجا؟ یوسف نمیاد شفت ماموریت. سلام بفرست. کجا رفته؟ ماموریت. من نمیدونستم کار این فرهنگی هم ماموریت شبونه داره. بابا کار فرهنگی که شب و روز نداره. خیلی خوش اومدی. بله تک خور فرهنگی کار با خودت حرف میزنیم؟ یا آقا تشکردن معمولیت شبونه فرنگی. خب اگه بود که می اومد. بله معمولیت خسرو. به تو چیزی می دونی؟ یعنی داره سری مینه ما هوا که ای بابا چیتی؟ شما خانمان که فقط یه احتمال تشخیص می دی. من چه می دونم می گرفت و معمولیت اتما مفتی دیگه. بگیر بده خاله بده خاله بده خاله آفرین. بیا بکنن بگیر بنداز بده بده به طرح آفرین خاله. داری که بخاله رو پر کردی؟ نمیرم برای خواهرم. آقا جون
آقا جون حالان خوبه؟ نداره ازم کنجا همین جاست آقا جون، نگران نباش، بخوابیم. دوباره ارتباط داده ازیم قچ. ماما پچون خاتون نمیاد. خاتون خاله ماهده. چهل مهندس دارن بزرگ جواب نمیدن. جواب ندن نه یه من استرس ندی. من میخوام یه آقا عادل سالم دنیا بیاد بدون استرس. تو همش حواست به این بچه هست. عادل نیست بشنگی عادل فرست صبح زنگ زدم خونه دختر خالش جواب میداد، الان نمیدونم چرا جواب نمیده. خب حتما تو راهن دارم یعنی اینجا گوشی مایده رو بگیر. مایده همیشه خاموش. حواست باشه خاتون اومد یه موقع یه چیز نگی ناراحت بشه. من یا شما مرور کنی میبینی این تویی که همیشه یه حرفایی میزنی که نباید. نه بابا هر ها تو بودی؟ برو از جلوی چشم نمیری خانت بار داره؟ کار انداختیم اینجا به 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 چه تولدی شده تولد این شب یه دقیقه بشین کنار رو بشین ورتر بشین این پهلو پرهام نمیم چه چایی تو نمیخوری همون داره چطوری؟ نکن رو کادو برای خاتون گرفتی یا نه؟ نقاشی کشیدم نقاشی؟ جای یوسف خالی نمیدونی چقدر برای خاتون دلتنگی میکرد وا فری باور کن برای مادرش که ازش دوره انقدر دلتنگ نمیشه در عوضش جانشینش که این جان فعلا هم که خاتون نیومده ببینیم کی زیاد دلتنگی شد ایشالله شما هم پسردار میشین جانشین پیدا میکنی ایشالله بابای من دختر دوست داره ای جونم گم پگلم راست میگه باور اوه حالا کی میره این همه راهو راست میگه دختر یه چیز دیگه است حیفی بابا یوسف نیه یکی دوتا از اون نکته فرهنگیشه بگه به به راست میگه حیف که باباش نی یه ای ذرهش بخندیم وا خسرو چرا دیر کردن پاشو یه ای زنگی به بابات بزن بگو خاتون داره میاد زشته پاشو باری کله آو چه تا ای بابای میزنید بابا چی شده پاش ننم سوختم و مریم عمدی بود وای تارمو کردم اونا کار خودش گرفت بچه همون بابان آخر زهر خودش ریخ بسه دیگه خوب دیگه حالا بسه شک نکن باباش بهش یاد داده این کاری که امشه بود بچه و که یه این کار تمرین شده تیمیه تیمی چیه؟ بچه هست دیگه از دستش افتاده من بچه هست داری میگی بچه حالا مگه خیلی سوختی نه سوخته من دارم چی کسی کسی میکنم رو بهش فرمیاد بزنم هزار دفعه گفتم این فاکر نزار با دخترت برشین نشین و برخواست بکنه امروز من آتیش دم برد آتیش تو زندگی بچه هم میندازم نه نگاه کن نبودی ببینی دختر خودت چه آتیشی سوزون امروز نه خمیر دندون بزن خوده نه خمیر دندون خوب نیست
ازم معذرت خواهی کن. معذرت. بلند و واضح معذرت خواهی کن. معذرت. یه جور بگو که من بشنوم. معذرت میخوام. نه خود خانم دیدیش که اینم اینه بچه خودمه. معلومه خیلی تلفن رو جواب بدی شاید خاتون باشه. اما شما ببخشید پرهام خیلی پسر خوبیه. برو عمرو بوس کن خودو. بوس برای چی خانم؟ نه نفهمید آقا خسرو. دایی حسنه. دایی حسن؟ الو. سلام. بله. خوبن. سلام دارم خدمتتون. خاتون نمیاد؟ نمیاد. خودش گفت که میاد. من براش تولد گرفتم. یه بشین اینجا ببینم. الو دایی سلام. من مینا. خاتون چرا نمیاد؟ اگه پیش شماست میشه گوشی رو بدین بهش من باش حرف بزنم؟ خواهش میکنم دایی. پس چرا به خود ما زنگ نزد؟ ببینین خود این خاتون داره. خاله آب بیارم. بله بله حق با شماست، ولی ما که داریم خونش رو تموم میکنیم. امشب گفتیم ببینه همه دوره هم جمع شدیم آشتی میکنه برمیگرده. نکنه مربوط به این آقای قلمکار میشه. آقا بده خب اون نیومد. من نمیدونم ما چه گناهی کردیم که خاتون حاضر نیست ما رو ببخشه. چی میگیری؟ از یه علمان رو بدم. خیلی خوب باش. خدافز. بهتری؟ مریم چه چود؟ بیا دادا بیا. راحت شدم دادم. داریم میریم دادم. بودو بیا. ببین من شبیه دلم نیست که بیامو. چرا؟ من به نظرم اگه صبح بریم بهتره. نه اشتباه میکنی. اینا تو تهی کردن میخوان من اینجا نگر دارن. میدونی چرا؟ اینا میخوان بکشم دن. کیا؟ دوباره میفرسته کیا؟ چرا قد حواست پرده؟ چرا قد خنجی؟ تو جیجا چرا قدا؟ بدن راسته را یه بری. یکم دیگه از این آقا هم بخوری بهتر میشی. نمیخوام. بس میگه بخور. میگم میخوایی زنگ بزنم مورجان؟ نه. پس میگه باش یه تو که با خودمون بریم بیه. نمیخواد آقا خسرو استراحت کنه بهتر میشه. یه چه خاتون خاله ماده نمیان چه تولد بشه. بابا جون بذار من همه شمع رو فوت کنم. شمع رو تو فوت کن بابا. مینا جون تو به این بچه ها غذا بده. باشه. ای بابا با یه اتفاقی که افتاده دیگه که اصلا اشتها داری. ولی من گوش نمی. بچی میگم اشتها همون کور اصلا شما اشتها داری؟ بله. باقا؟ بله. پس من برم غذا رو کشنه نمی؟ بابا من میگم از بوت بدم یاد و من پرتقال میدیم. رفتم سر جیبش و ریموت کنترلی ماشینا از جیبش برداشتم. یعنی تو نمی‌بینی؟ آبو، نکنه. سپردن که مراقبش بشه. گیری گفتم دادا. گیری گفتم. دنبال من می‌گردن. یعنی اینا می‌خواستن تا صبح نشده؟ چونها رو؟ آره، پسی چی؟ پس یا کرده چی؟ به جا جایی میافتیم پوست من رو گلفتی به جمع. ولی من فکر نکنم آقا قلم کار اونجوری باشم. چرا؟ من مطمئنم اینجوری نیست آقا قلم کار. من میگم اینجوری. بودو معکل نکن. میگم بهتر نبود که ما به این راننده میگفتیم میدفتم دنبالش میوردیم با هم میرد. راننده هم آدمون هاست. تو هم اگه دادم نبود یا میگفتم آدمون هایی. اونا کی هنه میگه اونو؟ مگه ندیدیشون بیمارستان رو محاصره کردن. بودو سوار شو. بودو آره سوار شو. آقا شما چرا از این بر میام؟ من باید از این بر میام. جدی؟ جدی رو بایستم؟ پشتش گازش میجری منم میرم و قبقایم میشم. دامین جهانی هم که رسیدی سعی کن نبیننده دیو لو نده خود دوار سوار شو. سوار شو. این از این بر باز میشه؟ آره من باید برم. برو تو برو ای کمکم کن. برو 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 چرا؟ این انتظام ها سمجه هست. دادا بهت گفتم که بیمارستانو محاصره کردن چه؟ جم دادا حواست چه باشه یه وقت باند آب نده یا؟ نه حواسم هست حواسم هست. برو پایین تر برو پایین تر. سلام خسته نباشید. شبتون بخیر. محبت میکنید در رو بزنید؟ بله تر. چند قیمته؟ چند قیمته؟ نمیدونی؟ قیافه داد میزنید که رو اونه. اما خیلی قشنگ نیست. بله خیلی قشنگ. خیلی قشنگ. بله قشنگ. بله.
بفهمی شما بفهمی نه نه من چیزی هم ببخشی مسئله باش با اجازت ها گوش کنید چی تقیب اون کرد آره خیالت راحت پس گازش رو بیتو بریم کجا؟ بفرمایید امن و امان اینجا دادرسا بله مطمئنی که دنبالمون نیومدن خیالتون راحت راحت باشه خب پس بزن بریم کجا بریم ببین برای بریم گم و گورشیم بریم یه جای یه سگ و صحرای جایی که نتونن پیدامون کنن سگ و صحرا آره آقا من مرخص میشم از پیشتون ببخشید صاحب میخوای منو بین این همه گرگ تنها بذاری گرگ آره از گرگم بدترن اینا آقا من نظرم اینه اصلا برگردیم بیمارستان منم همونجا مرخص بشم برم آدا هر جا بدی منم دنبالت میام نه نمیشه آقا یه لطفی کن شما آدرس خونتونه بدید من ببرم تو خونتون خونه من گور ندارم که کفن داشته باشم میگه خونه ده آدرسش به من بده آقا میخوای یه کاری کنی شما بیاید اینجا بشینید من مرخص میشم مینا خانوم مینا خانوم مینا خانوم با آرامش بیدار شو مینا خانوم تو اینجا چی کار میکنی؟ خبرت قلب و پکی تو اینجا چی کار میکنی؟ مامان منم میدونم توی بچه ها کجا؟ بچه ها تو این اونجا چی کار میکنن؟ شده؟ کجا بودی؟ مأموریت فرهنگی تموم شد تلفن من چرا جواب نمیدی؟ ای تک خور میخوای سهم خاطر رو بکشی بالا ها؟ نگاه کن یوسف یکی 40 میلیون اصلا بگو 40 میلیون تو با نه 4 میلیون بگو 400 از بگو 4 تا یه قرونی من نمیذارم از جلو تو بره پایین خودت زنگ زدی بیام بیمارستان بیمارستان دادر رضا محاصره فرار حالا هم خط و نشون همون من گفتم تو بیای بیمارستان من از زیر تخت لعنتی در بیایی نبیایی بشی داده رضا کلا بردار من که داده رضا نه اون داده رضا آقا هرکی داده رضا آه یادش اومد جونش خطر محاصره فرار یوسف یه عدد فراج چی در میاری؟ به این سادگی هم که کار که تو فکر میکنی نیست قصه 40 میلیارد تومان پوله یوسف به چی نگاه میکنی؟ حالت خوبه؟ آره خسرو زن و بچه من کجا؟ هتل 4-5 ستاره خب معلومه پایینن اونجا چی کار میکنن؟ مثل که باید به زبون خودت بهت بگم آقا جان خاتون قرار بود بیاد جشن تولد دایی زنگ زد مریم از حال رفت زنت موند پیشش یوسف ای دایی حسن چتر رو وا کرده برای 40 میلیارد تومنو ها و وقت تو پاشید اومدی اینجا باید میچسبیدی به قلمکار خب اون چسبید به من کی چسبید کجا؟ میخواستن تا صبح نشده کارشو تموم کنن یوسف نگاه کن که نفس کشیدن این قلمکار برای ما 40 میلیارد تومان میارزه او وقت تو ول کرد اومد اینجا خب اونم اینجاست کی اینجاست؟ قلمکار اینجاست؟ آره کجا؟ ماشین خوابیده دم در نبا آره خب بچه نشستی چی کار کنه؟ خب باشه بریم آقای قلمکار بفرمایید. بفرمایید. پیدامون کردن؟ نه، امن و امانه. امنی؟ بله، خیلی. یعنی خیالم راحت راحت. سلام علیکم.
خفا میدم داره رضا پس این چیه؟ این با جناب آقا فرخ جایی ارادتمند بفرمایید. چه شاش مال مالش هم میشه. منم مال مالش هم میشد عادت کردم. عادت رو کنن رده؟ بله بفرمایید. ماشین چیکار کنه؟ چی شد من؟ درستش کنم برو. بفرمایید. بفرمایید. خوش اومدید. بفرمایید. جناب رضا بله. مطمئنی که اینجا امنه؟ بله خیالتون تخت باشه. مطمئنه اینجا دادر رضا. میگم آم تا چشی این بابا یه چیزی هست چه وقتی به من نگاه میکنه دا همچی دلم مال مالش میده. منم اولین بار دیدمش یه همچی حالتی بهم دست داد. چیزی یوسف چشمانه میگه یه خاله یه گوشه یه چشم خاله. هرچی نگاهت میکنم یادم نمیاد کجا دیدمه. راستی کجا دیدمت؟ من نمیدونم کجا دیدی؟ این به خاطر حالت چشماشه. شما بفرمایید اینجا بشینید. بفرمایید ما الان میایم خدمتتون. بفرمایید بفرمایید الان میام خدمتتون. یوسف تو چه بخوای چه نخوای من الان وسط این مهاجرم. پس با زبان خوش بگو نقشه چیش؟ هیچ. اگه نقشه هیچیه به علکی آقا رو کولش کردی برش داشته وردش اینجا؟ من میخواستم برسونم دم خونه شون. آدرس خونه رو پرسیدم یادش رفت. بعد میخواست بره سهر رو گفتم شاید سگ بخورتش دلم سو. بعد توهم این عزتی که میخوام بهش سوی قصد کنم بکشنش. میفهمی؟ حالشم خیلی بده. باید زنگ بزنم پلیس. وای چی میگم اینجا زنگ بزنی پلیس؟ توهم داره هرچی دهنش در اومد میگه. میگم وسط این ماجرا پسرش کجا بود؟ پسرش هم اونجا بود بغل تخت. خیلی خوش اومدی آقا. چشه؟ خوابیده. خواب؟ بگیر اقا بگیر. اون نشسته؟ بلندش کن ببریم بخواب. کجا ببریم؟ بلندش کن مواظب باش. مواظب باش آقا گذاشتی سر کارا؟ کجا دیدمت؟ کیا؟ این چشاش مالش میره؟ یوسف اما یه دقیقه گوش کن میگم تو هم یوسفی اگه زنگ بزنی به این پسرو که منکر 40 میلیارد میشه بشه یه دقیقه باباش بزنی. که نمیشه که خب باباش که تکلیفش معلومه که یوسف زده تو فراموشی رفته تازه شراکت با ما هم یادش نمیاد با ما یعنی با خاتون پدری دلسوز و فداکار زحمتکش مهربان یوسف میگم اگه این ماجرا همش زیر سری پسرو باشه چی سوء قصد حکم دیوونه که بابا رو میگیره او وقت همه ای مال اموالش میکشه ولو پدر مرحوم هم هیچی که به هیچ او وقت ای پیر مرد فلک زده میمونه با یه دین سنگین رو شونه هاش تا قیومه قیومت خیلی سنگینه خیلی من میدونم این پیر مرد شونه هاش جون نداره معلومه که نمیتونه تازه حال پل صراط رو نمیدونم آخر عاقبت اینا هم بماند بنده خدا جهنمی میشه داغه داغ داغ سوزان او وقت پای من تو هم گیره کجا گیره؟ جهنم اگه ببینیم و من تو چشامونو ببندیم درد سر میشه میگن دزدیدیمش برم زنگ بزنم آقا ما کار خیر کردیم هواشو داشتیم بیچاره آوردیمش اینجا به زور که نیوردیمش آوردیمش نه خودش گفت فرار کنیم تمام شد رفت آقا باید حافظش برگردی اگه بر نگرده صحبت 40 میلیارد پول یوسف دیدی که دایی حسن هم چترشو وا کرده روی ماجرا میگم یکم صبر که ایرادی نداره تازه کار خیرم هست صبر میکنیم جهنم عادی کار خیر میکنیم کاکو برای اون دنیامونم خوبه آقا جون خانم آقا جونم نیست آقا جونم خانم نیست اون همراهش هم نیست یعنی چی نیست؟ من باید از شما بپرسم خانم آقا جونی منو باید نیست خیلی خوب آروم باشی نگران نباشی اعتمادا همین اطرافا اجازه بدی منو پیگیری میکنم
پس خانم به من خبر بده، من برم جای دیگه رو بگردم. صابون است دیگه؟ ولی من تو مقا پز میخوام دیگه، حالی اونا ندارم درست کنم. چرا دیشب چای ریختی رو پا بابا؟ از دستم افتاد. دروغگو دشمن خداست. پاشو پاشو تا مدرسه دیر نشده. باشه بذار صابون هوا بخورم، میرم کیفمو میارم. خب برو وردار دیگه. بابا دون بالاست. خب باشه. تنهایی برم؟ تازه بابام هم که نیست، وقت چی منو میرسونه؟ بابا خسرو. بابا خسرو؟ نه نه، من تنهایی نمیرم، باید مامانم رو صدا کنم. بیچاره مامانه که از دیشب تا صبح بیدار بود. من تنهایی به خاطر یکی نمیرم. آقای دکتر، آقا جونم نیستش. چطور شده؟ نمیدونم، همه جا رو گشتم. حالا آروم باش، بس چطور نیستش؟ من یه لحظه خوابم برده بود، بلند شدم دم نیستش. با خونه تماس گرفته؟ با خونه؟ سویچم، سویچم. امام بیا دیگه، خودت میرفتی برمیدشی، حتما باید من بیام. آقا خسروه، یه اتفاق از من تمام شد. آقا خسرو، ای کن زشته. آقا خسرو بایست اینجا نکن. آقا من توی مقاله خوندم که تو آقا دیر بلند میشه. در بیاد ساکت. خسرو باشو بد باشو خسرو باشو خسرو بد باشو بد باشو خسرو میناس 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 گفتم اینجا هم نیست نه هم نیست میکشم نه میناس خسرو آقا خسرو، آقا خسرو نگاه کن ماما میخواد دیرم بشه، خیلی همچین با این لغت بزنم تو در خوهر میناس. سلام، چه میبادی؟ اومدم، فقط اینه که یه مشکل پیش اومده، شما برید پایین میام براتون توضیح میدم. خسرو وسط حال خوابیده، وضعیت نامناسبی داره، شما تشریف ببرید پایین اگه امکان داره. بچه میخواد کیفشو برداره. خب بیا بیا بابا. یعنی اینقدر حواس پرته که بیمار از بخش خارج میشه، هیچ کی نفهمیده مسئولیت این قضیه با شماست، جواب بدید. آخه آقای دکتر در بخش که قفل نمیکنن. آقای دکتر من همه یه این دوربین را زدم تکاب کنم که خروج مشخص بشه، در ضمن بفهمیم که تو شیفتی کیا این اتفاق افتادی. البته آقای رئیس خودتون که میدونید ورود و خروج با انتظاماته. آقای رئیس هم راشنام با آشون بودم. خب آقا جون اگه خودت هم بودی که دیگه چرا انتقاد به ما میکنی؟ آقای دکتر انگار یه چیزی هم بده کار شدیم ماره؟ عجیبه. اتاقیت قلمکار، هوشنگ قلمکار کدومه؟ سلام، سلام. بله، امرتونو بفهم. جناب علی؟ محجوب، آقا حسن محجوب، دایی حسن محبوب. دایی حسن، دایی حسن، ایشونم؟ دایی شناختم. برو بهش بگو حسن اومده. بسرشی؟ بله، آقا جونم فعلا که نیستن، رفتن، نمیدونم بردندشون چی تو شده. یه بار دیگه هم آدم شرکتش رونشون نداد. این تیارتش قدیمیه.
اون دفعه نشستم و تماشا کردم، اما حالا دل حوصله‌شو ندارم. برو بهش بگو از هن اومده، در زمون شاز دارم صداش بزن. یوسفه مردن یه دست به تو باهم. چی شماره را داد توی بیمارستان؟ اگه برام ملاقات اومده، این ملاقات بعد از ظهره. بفرمایید آقا، بفرمایید. کی دایی حسن را داده؟ کی میتونه دایی حسن را نده آخه؟ بفرمایید. بهش بگو تا پریشان نشه بدکار، به سامان نرسه. بابا با اجازه، خدا حافظ. آقا جونی من کجاست؟ من چه میدونم آقا جون شما کجاست؟ این یوسفی میرایی دستبانی، اون کجاست؟ دستبانی، آقا دستبانی. برم جان برو دیرمو شد، برو سوار شو، برو بچه ها رو بتو. آره زنده رو برو بایی 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 سوار شد، بچه ها دیرشون شد، من برسیم. کجاست؟ خونه شونه کجاست؟ یوسف که خونه شونه همینجاست، دست بزنه شما ممکنه باشه. شما بفر باش ببخشید، حالا دیرشون شده، ما این زر دیر جان بدیم. ما با این کاری نداریم، اصل کاریه اون یکی. خدا حافظ شما. به سلام. سلام برسید. زنگی شما رو سه را بزن، ما اینجا. سه بومی. علی یوسف گوش کن، نگاه این بچه قلمکار رو مالیدم در دوی احسانم باشه. اول نکو گوش کن آقا، خیلی خون سرد راحت میردم در، میگه آقا من دیشب بیمارستان اومدم هیچ خبری ازش ندارم. خب اگه اینجوری بگی که فکر میکنم تو فرارش دادی که من نخدا. نه آقا خون سرد باش یوسف، نگاه کن این بچه و باباش ببری دیگه دستمون به هیچ من نیست. یوسف سنگینی آتش جهنم، حواس جمع کن، خون سرد، بدو بدو. شما شنیده؟ تو برش چی رفتی اقب؟ اینجا راحت ترم. پاشو، پاشو من ناراحت ترم. پاشو، بچه دستم بردار، نمیتونم رانندگی کنم. پاشو به جلو، پاشو. کجای گریه بخندم؟ کجای خنده بگریم که پشت گریه و لبخند